الشامي. درک و فهم درست از احکام دینی یکی از مهمترین وجایب هر مسلمان است. نور الله فجرا جت بعد العسر یسرا. پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید از سوی من پیام دین را به دیگران ابلاغ کنید، حتی اگر یک آیه هم باشد. برای دانستن احکام و مسائل دینی برنامه روشنی را روزهای شنبه الی پنج شنبه از ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر از رادیو بیگم شنونده باشید. دا مهربان او بخون کی الله تعالی په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهم. تاسو ټول درنو وريدونکو ته خرغله سوې ما ان شاء الله چې ټول بروغ او جوړ اوسئ. د روشنی خبرونه دا ونن په خبرونه کې پیاس او نا امیدی باندې غږیږو د اسلام د نظر دا چې خپل ناهیلی توب یا یاس پس معنا د دلایل کوم دی ول انسان نا امید کیږي یا ناهیلی کیږي، سرنګ ور سره مقابله وکړو، همدارنګ د کوم لارو نه ګټه واخلو. ان شاء الله په دغه ټولو موضوعاتو غږیږو په خبرونه کې. په دې هیلیم چې د تل په څیر زمونږ د خبرونې ملتیا وکړه، اړیکې ونیسئ، پوښتنې همدارنګ نظریات مو وړاندیزونه معلومات کلرای د موضوع په اړه یا تجربه کلام د ژوند څخه نا امید یا ناهیلی شوي یاستئ او که ناهیلی شوي یاستئ ولې دلیل یې څه و، بیرته څرنګه د کومو لارو نه هم ګټه اخیستې ده چې دغه یاس نا امیدي د خپل ژوند نه لرې کوي، نو کولی شئ زموږ سره شریک کړئ. 0939001001 0689001001 او 0 دا د خپرونې د اړیکو شمیرې دي. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنونده های عزیز. انشاءالله که همتون خوب صحتمن باشین و خوش آمدین و برنامه خودتان برنامه روشنی. موضوعی که امروز انتخاب کردیم در رابطه با بررسی یأس و ناامیدی از دیدگاه اسلام هست که صحبت میکنیم. شما شنونده های عزیز، خواهران عزیز ما هم میتونین به تماس شوین و دیدگاه های خودتان رو با ما در برنامه شریک بسازین و حتی تجربیاتتون ای که انسان در زندگیش سختی ها و مشکلات ها پیش میشه، چگونه با اون مقابله کردین و آیا افراد ناامید بودین و اگر ناامید بودین چه راهکارهایی رو در پیش گرفتین تا اینکه بتونین امون ناامیدی را از خودتون دور بسازین. بتونین پیرامون این آزاد با ما نظریاتتون رو شریک بسازین و ما منتظر تماس های تک تک شما ایزان هستیم. میپردازیم در رابطه به موضوع برنامه ما، ای که خود ناامیدی چی هست، ای که امید چی هست و چرا انسان ها ناامید میشه، دلیل های ناامیدی چی هست. انشاءالله تا آخرین دقایق برنامه روش صحبت میکنیم. خود ناامیدی یکی از جمله گناهان بزرگ هست و چون انسان مسلمان با وجودی که میدانه که الله متعال هستش کرده نیستش هم الله متعال میکنه، میدانه که الله متعال رزاق هست، روزی میته، مال و متاع دنیا را الله متعال در اختیارش قرار داده، پس توکل هم میکنه به الله متعال، پس چرا فرد ناامید میشه؟ چرا باید ناامیدی رو در دل خود داشته باشیم؟ زمانی که میفهمیم الله به او بزرگی داریم که رحمتش فراگیر هست، رحمتش شامل حال همه ما هست و در هیچ حال و در هیچ شرایط ما را تنها نمیگذاره، پس چرا ما ناامید باشیم؟ و بدون شک که خود امید داشتن به این معناست که تو اعتماد و باور میکنی به الله متعال و تمام امورات هم میسپاری به الله متعال، یعنی از اسباب و وسایل استفاده میکنی، کارساز امور الله متعال میدونی و بازم امید به دوری که الله متعال اون مشکلت، اون مریضی که برات پیش شده یا یعنی که به فقر مواجه شدی، الله متعال به وسیله امی امیدت تو را از اون مشکل رها میسازه. پس ببینین زمانی که انسان مرتکب گناه میشه و اونجا است که فکر میکنه که الله ازش دور شده یا الله متوجهش نیست، الان که الله متعال در هر شرایط حال بندی خود را داره، یعنی متوجهش است که بندین در کدام حالت کدام کار انجام میده، ولی بازم به امید داری میکنه اگر از شما گناه و معصیت خطای سر زده توبه بکنین، رجوع بکنین به طرف الله متعال، چون او هست که بخشاینده و مهربان است و گناه های شما را میبخشه. یعنی امید به داشته باشین زمانی که اگر از شما خطای سر زده باشه و این امید در دل شما باشه که الله هست که با او رحمتش شما را مورد مغفرت قرار میده و از گناهان شما را پاک میسازه. پس ببینین زمانی که
حتی یک جوان نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم میگه که یا رسول الله بر ما یک راه را نشان بده که ما خود را از گناه پاک بسازم و من مرتکب گناه شدیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم میگه که آیا گناه تو بزرگ هست یا ای که زمین؟ خب شخص میگه که زمین بزرگ هست. بعدم باش میگه که آیا گناه تو بزرگ هست یا رحمت الله متعال؟ شخص میگه که بدون شک رحمت و مغفرت الله متعال بزرگ هست و انشاءالله که امید دارم که مرا ببخشه. پس باش میگه که هیچ وقت ناامید نباش و امید داشته باش که او الله بزرگ گناهانت را مورد بخشش و مغفرت قرار میده. و زمانی که انسان ناامید میشه رو میره به طرف گناه و ازش گناهای متعدد سر میزنه، یعنی بر علاوه از اینکه ناسزا میگه به الله متعال و امورات زشت را پیروی میکنه، خود را غرق در گناه میکنه و با انجام چندین گناه میخواد گناه دیگه خود را پنهان بکنه. حالا که این شخص ناامید میتونه ای که به رحمت الله متعال و بخشش الله متعال یک بار دقت بکنه و فکر بکنه که الله متعال زمانی که مرا به این سرحد رسان، به این بزرگی رسان و به این عقل و شعور که به من داده، میتونه که از امو خطاها و اشتباهاتم بگذره و ما را فرد قرار بده. دقیقا درانا بیدون که مدی مهم بحث منگه پجوان که طول موضوعات منگه د اسلام د نظر چه پخبروانه که بحث دیگه مهم دی پوها تلسا کول په هغه باندې پوهیدل په هغه باندې مهم دي. نو ځکه زه همیشه وایم چې یو د مهمو موضوعاتو څخه نن دغه موضوع ده. نن دغه موضوع هم همدارنګه د نورو موضوعاتو په څیر یو مهمه او اړینه موضوع ده. او په حقیقت کې د اسلام کې یاس او ناامیدی یا ناهیلی توب دا یو منفی او همدارنګه ناپسند حالت ته ویل کیږي. همدارنګه د دې برعکس یا د دې په مقابل کې ایمان په دې چې الله بخون کې دی او همدارنګه د الله د رحمت د هیلې درلودل دا د اسلام د اساسي اصول څخه شمیرل کیږي. او په قران کریم کې مؤمنانو ته د دې یادونه شوې ده چې هیڅ کله تاسو د الله د رحمت نه منه هیلې کیږي. نو ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده او همدارنګه په آیتونو کې هم الله تعالی دې موضوع ته اشاره کړې ده چې هیڅ کله هم باید د الله د رحمت څخه نا امید نشو. ځکه هغه لارې چې موږ کولی شو د دغه موضوع سره مقابله وکړو به انشاءالله د هغې ایتونو ته مشاره کوم چې په هغې کې الله تعالی موږ ته لارې ښودلی دي چې موږ د الله د رحمت څخه ناهیلي نشو، د کومو مواردو نه کار واخلو. ځکه چې موږ که صبر و استقامت لرو نو مشخصه ده همیشه مو د دې موضوع یادونه هم کړي چې زموږ د مسلمانانو ژوند په داسې ډول باندې تنظیم شوی دی یا داسې یوه بڼه او شکل لري چې هیڅ امکان نه لري چې انسان د په ژوند کې خفه نشي، انسان د په ژوند کې د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ نشي، د کړاوونو او د مصیبتونو سره مخامخ نشي. نو که دغه موضوع زموږ د ژوند یوه برخه ده او هیڅ کله دغه مرحله یا دغه برخه زموږ د ژوند څخه نه جلا کیږي، نو دا باید ومنو چې ځینې وختونه ځینې دلایل د دې لامل ګرځي چې موږ ناهیلي شو. ولې بیا هم موږ باید د دغې ناهیلي توب سره او د دغې یأس سره مبارزه وکړو. ځکه چې د یأس کلمه په قرآن کریم کې راغلې ده او حقیقتا د انقطاع او تمه من الشی په معنا راځي، یعنی د یو شي نه دي چې تمه په دې معنا ده. دغه د ناهیلي توب موضوع نه یوازې د اسلام په اوسني وخت کې د ښه ژوند دپاره، د پرمختګ دپاره، د اهدافو د تعقیبولو دپاره په روان شناسۍ کې جدا بحث دی، په جامع شناسۍ کې جدا بحث دی، او همیشه د انګیزې مسله، د هیلې مسله دا ټول رامنځته کیږي. نو ځکه مخکې د دې نه چې دغه ایتونو ته ورشم، هغې ایتونو ته په دې برخه کې اشاره کوم چې موږ د ناهیلي توب یا د یا سره باید مقابله وکم. خوب راټوله کې مونږه د اسلام د نظره کې چیرته یاس او ناهیلي توب سره مخامخ کیږو، دا د ایمان ضعف ښایي او همدارنګه په الله تعالی باندې د نه باور نښه ده. نو ځکه مسلمان همیشه دې ته تشویق شوی دی چې د الله
در رحمت څخه ناهیلی نشي او همیشه په الله اعتماد او توکل وکي ځکه چې الله تعالی چې په دې دنیا کې مونږ د امتحان د پاره پیدا کړی او زمونږ د پاره هدف ټاکلې دي نو امتحان خپل سختي ولري نو دغه سختي چې مونږ باندې راځي نو هیڅکله دا باید په مونږ باندې داسې فشار را نوړي چې مونږ د الله د رحمت څخه نا امید شو دلایل تبیری شو ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې د ژوند په یوې وهله کې د انسان نا امید نشي یا داسې د میاشتو په تیریدو سره یا په کال کلونو کې یا په ورځو کې یا په هفتو کې دي داسې یوه مسله زمونږ ژوند ته راداخله نه شي چې مونږ مثلا ناهیلي نه کي نا امیده نه کي مونږ په تشویش کې وانه چي مونږ خفه نه کي یعنی حتما شته دي استثنا هم راځي چې انسان د یو دوه درې ورځې خوشحاله وي بیا یو موضوع راځي چې ضرورت هلته لري انسان په خفګان او تشویش کې اچوي نو متنوع دلائل دیاس او د ناامیدۍ د پاره شته چې ځینې عوامل فردي دي دقیق ځینې عوامل ټولنیز دي ځینې عوامل د محیط پورې تړلی وي چې دغه پیژندل مهمه دي چې مونږ په کومو دلایلو باندې یاس ناامیدۍ ته ورځو دلایل ته ورځو خو اړیکه به را واخلو وروسته د هغې څخه بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منا سلام عطا دکتر خدمت شما ایده جان قند مهربان بدر مقدس شما خیر خواست مسعدمند شما زنده باشین بسیار زد تشکر سلامت باشین شکر خداوند متعال است خوب هستم ان شاء الله که شما هم خوب و صحتمند باشین و بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه تشکر زنده سلامت باشین خدا رو شکر که ایده جان قند مهربان شما خوب هستین من هم الحمدلله بدر شما خوب هستم خوش باشین ایده جان قند مهربان زنده باشین بخیر باشین اگر اشتباه نکنم اسمتان از یادم رفته ولی مدینه از هرات یا یکی از دوستان نمیفهم دقیق تشکر ایلی جنگان درست کنم مدینه از هرات مدینه جان از هرات مدینه عزیز امروز در مورد یأس و ناامیدی صحبت میکنیم دلایلش و کلا از دیدگاه اسلام راهکارهایی که بعضی اوقات همه ما ناامید میشیم ولی بتانیم باش مقابله کنیم و به زندگی خود به شکل خوبش ادامه بدیم دقیقا تشکر زنده سلامت باشین جان قدر بهتران قابل از کلیم از دوش بعد بکنم یک سرم خدمت خودیش جان عزیز استخدم میکنم و میتونم که اونی هم خوب خوش باشن انشالا بعد از ایلی جان قدر بهتران روی موضوع میتونم داری عزی که ایلی جان قدر بهتران نمیدون به خود بزن زندگی نومید نشدون بعد از اوقات میشه که انسان نومید میشه اما خود نومیدی نومید بودن و نومید شدن کار درست نیروش از دران زدیر مبنیتون ممکن دلیل بنگریم که مشکلات و سختی ها در زندگی میاره زمانی که مشکلات میاره اینج وقت مهمون نشین چون خداوند مهربانی داریم که از طرف مادر که بر ما مهربان تر است او گفته هر خواسته و هر آرزو اگر مشکلات میاره تا تنشو از شما از ما بخواهید دعا بکنین نماز بخونین قرآن تلاوت بکنین میتونیم به ذریعه این نامیده را از بین ببرین در این حال که ما اگر خواستار چیزی هستین از خدا طلب بکنین او را خدا حتما بر ما مهیا میسازه و میده به شرط از اینکه در کنار از اینکه ما دعا میکنیم خواسته خود را از خدا میخواهیم سعی تلاش در راستای مو چیزی هم که میخواهیم داشته باشیم ایشان با امید و آرزوهای خود میرسیم دعا داشته باشیم همیشه ما دعا بکنیم ایج وقت از ایج بابت ما ناامید نشیم ناامید حتی بعض خدا کن از یک مولوی شنیدم که میگفتن هر گناهی بخشیده میشه اما خیلی کم شاید ناامیدی بخشیده بشه پس ناامید نباشیم از درگاه اللهی که رحمت از او یک رحمتی و در دنیا و 99 رحمت و لطف و مهربانی و در آخرت ببینیم به یک رحمتی و که گفته شده در دنیا ببینیم چقدر خداوند مهربان است و لطف و بخشش داره بر بندگان خود چیزهای زیاده بر بندگان است اگر ما به نعمتهایی که خداوند متعال برای همه ما داده بشیم این را فکر بکنیم و شمار بکنیم از عبد و توان ما بیرون می باشه ما می توانیم نعمتهای خدا را شمار بکنیم پس اجلاس وقت در زندگی ناامید بشین ناامید شدن کار شیطان هست در اطاعت و عبادت زیاد بکنیم انشاءالله هیچ وقت ناامید نمیشیم دقیقا زنده و سلامت باشی مدینه نازنین علیک سلام ما هم سلامای خود تا پذیرا هستم ان شاء الله سلامای ما را هم پذیرا باشی زنده و سلامت باشی از موضوع خوب شریک ساختی
زندون سلامت باشین خوبه سجان قدر مهربان خیلی خیلی مخصوص متشکره میکنم از تمام همکارای شما بخصوص از شما که در راستای دین موضوعات دینی را برای علاقانهای ما در هر دوشه از خانستان زیبا زندگی میکنم میرسانی خیلی خیلی مخصوص متشکر میکنم خداوند با شما و همیشه کامیاب و موفق سربلند دنیا و آخرت داشته باشه دیگه کامیاب و موفق باشین خواهر قدر وقت شما بخیر خدا نگهدار زنده و سلامت باشین زنده باشین بسیار تشکر خدا نگهدار شما ډیره دې ته مننه کوم د خورس خچاړي کینه ولې ورې به شو بیر تخپل موضوع ته په دې غېدو چې دلائل دی نهلی توب متنوع دي ډیر دي سبب فردي ستولني سمحیت ځین وختونه په منګ باندې داسې عمل کوي د هغه چاپریال کې چې منګ اوسېګو ځین داسې کارونه ګورو یا ځین داسې عملونه تر سره کیږي چې انسان نهلی توب توري دقیقه لومړی دلیل مشکلات او همدارنګ ستونزې دي یا کړهونه دي یعنی کچیر د منګه ټول په ژوند کې د مشکلات او د ستونزو او د کړهونه او مصیبتونو سره مخامخ کیګو یا مریضانیګو یا خپل وظیفه د لاسه ورکاو یا وظیفه نه لرو یا د عاطفي له نظره ځینې وختونه د کمښت سره مخامخ کیګو نو دا موږ ته د ناهیلي توب احساس راکوي بیا هم اړیکه لرو اړیکه برا واخلو بیا به نورو دلایلو ته هم ورشو بلې سلام علیکم بلې بلې تماس شما وصل است خب اړیکه هم پرې شوم بل دلیل دا چې موږ په ټولنه کې یا په کورنۍ کې څوک حمایت نه کوي او موږ هغه اړتیاوې چې لرو او د یو خپل ځان تر څنګ نورو ته هم ضرورت لرو چې موږ سره مرسته وکړي یعنې دا چې موږ حمایت نه شو دا هم یو بل دلیل دی بیا هم اړیکه لرو اړیکه برا واخلو بیا انشاءالله نور موضوع ته هم ورسو بلې سلام علیکم بلې اړیکه هم پریشونه پیګ مشکل پسا کېده ستونزه پسا کېده چې اړیکه پرې کیږي نو لکه کچې ته موږ سره کورنۍ دوستان موږ سره موږ نه حمایت یا ملاتړ ونه کی نو ځینې وختونه د دې لامل ګرځي چې موږ نه امید شو منفي افکار دا هم دلایل دي چې موږ دی خواته وړي چې نا امید شو ځکه معمولا انسان د یا د تیر وخت په اړه تشویش کوي یا د راتلونکي د پاره ځینې منفي افکار لري چې دا هم انسان نا امید کوي حسادت او همدارنګه مقایسه کول که چېرته موږ یو بل سره مقایسه کو یا خپل ژوند نورو سره خپل نعمتونه د نورو سره دا هم انسان نا امید کوي مالی ستونزې یا مشکلات همدارنګه که هدف مشخص ونه لرو خپل ځان ونه پیژنو منفي تیرې تجربې دغه ټول هغه موارد دي چې موږ ناهیلي توب ته وړي یا هم داسې حالت ته وړي چې موږ نشو کولی مثلا ژوند ته هیله من پاتې شو یا که چېرته د ژوند په یوې مرحله کې ناامیده کیږو نو وکولی شو بیرته د هغې مرحلې نه ووځو او زمونږ په اهدافو او ژوند باندې ځینې وختونه که چېرته موږ د نفساني خواهشاتو څخه پیروي وکړو اصرار وکړو په ګناه باندې تعجیل ولرو په ځینو مسایلو کې ځکه معمولا که تاسو متوجه شوي یاستئ زین خلک وایي زما دومره ډېرې دعاګانې کوم الله زما دعا نه قبله یو قسم یو ډول نه یو ډول ناهیلي د دې څخه ځکه فکر کوي چې الله تعالی زما دعا نه اوري په دې اړه فکر نه کوي چې که زه دعا کومه الله یې اوري زه باید الله باندې اعتماد وکړم باور ولرم توکل پرې وکړم او الله په خپل وخت کې حتما داسې څه ما ته راوړي یا زما مشکل د داسې لارې نه حلوي چې زما هغه په فکر کې هم نه ګرځي نو ځکه که چېرته انسان همیشه د خپل نفسانی خواهشات نه پیروي کی د شیطان د وسوسې په اثر کی او همدارنګه ګناو باندې ډیر اصرار کی او عجله ولري د دعا په قبل دو کی دغه موارد هغه موارد دي یا هغه دلایل او سببونه دي چې موږ یا سو نا امید توري ان شاء الله به په دې کې چې کوم لار نه مقابله او آیتونه کوم دي ان شاء الله په هغه برخه کې به خبرې کوم دقیقا و حتی زمونه کې موارد را شما یاد آوری کردین که موارد هست که انسان ناامید میشه و چرا انسان ناامید میشه خود ناامیدی در اصل یک ریشه از به طرف گناه یعنی انسان به طرف گناه میکشونه و این باعث از این میشه که حتی وسوسه های شیطان هم و خواهشات نفسانی انسان باعث از این میشه که انسان بره به طرف ناامیدی و به طرف خواهشات نفسانی و خود را از رحمت الله متعال دور بسازه و زمانی که اگر انسان فقیر هست ناامید نشین
به خاطر از اینکه الله متعال در شرایطش در وقت مناسبش انسان نمیمونه در حالت فقر همیشه باقی بمونه. یعنی بر راهی را انتخاب میکنه که شاید خودم اون شخص هم تعجب بکنه به اینکه من چطور از این حالت فقر به این حالت ثروت رسیدم. و او اللهی که پیامبران را در سختی ها و در مشکلات ها تنها نگذاشت، پس ایره هم ما باید بفهمیم که ما را هم هیچ وقت تنها نمیگذاره. بدون شک هر پیامبر ما در جایش اینا همون سختی ها و مشقت ها و امتحان های سخت خواست پری کردن، تا ای که بالاخره الله متعال اونها را هم یاری میکنه و از اون مشکلات ها و از اون سختی ها اونها را بیرون میسازه. حتی اینها حس بد هم در ذهنشان نمی آمد، در فکرشان، یعنی حس بد نمی بود که مرا الله متعال دوست نداره یا مرا امتحان میکنه. حالا که هر امتحان را که اینها سپری میکردن با بار از یک مسئولیت بزرگ و یک مسئولیت بزرگ است و اینا میفهمیدن که الله هست که اونها را کمک میکنه و هیچ وقت هیچ شرایط اونها را تنها نمیگذاره. و مورد دیگه شی هست که انسانی که رو میاره به طرف ناامیدی، قسمی که اینجا هم اشاره کردن که گناه کردن و اصرار به گناه، یعنی گناه را چندین بار اینها مرتکب میشن و گناه را یک چیز عادی میشمارن. یعنی هر قدر که انسان گناه بکنه و قلبش یعنی میره به طرف عموم موارد زشت و بالاخره خود را از موارد که الله متعال در اختیارش قرار داده، یعنی ناامید احساس میکنه، فکر میکنه که الله متعال متوجهش نیست. حالا آنان که الله متعال در حالتهای مختلفش انسان را این فرصت داده که جوانی بتونید توبه بکنید و یک فرصت بسیار عالی هست به خاطر از اینکه شما بتونید یک بار از توشی خوبه بر آخرت بر خاطر انتقال بدین. تماس داریم همکار عزیز، تماس هم بگیریم. باز بله، سلام علیکم. علیکم سلام به شما. علیکم خوب هستم، شما خوب هستم؟ زنده باشین، بسیار تشکر، شکر از خوب هستم، انشالله که شما خوب باشین. از دکتر بسیم سلامت باشین. یک سلام خاص تقدیم میکنم به خوش استادان عزیز و نارم خوش آمدید میگم در برنامه. علیک سلام یلده قم، خوش آمدید به برنامه و خوشحال هستیم که امروز هم تماس در برنامه هست و ما رو همکاری میکنی. زنده باشین، سلامت باشین. من خیلی زیاد خوش هستم که صدای عزیز کنه در برنامه میشنم. دیگر سلامت خاص تقدیم میکنم به همکارای زنده و سلامت باشین. یادو ناظرین، امروز هم در رابطه با یأس و ناامیدی صحبت میکنیم که چگونه افراد از این موارد خود را دور بسازند و بالاخره مو زندگی با امید داشته باشن. خب خود استادان ناظرین، ایلگان عزیز، خیلی موضوع خوب را مثل همیشه انتخاب کردن. تشکر خاص از خودتان میکنم که وقت خیلی زمان میکشن. خب ما کوشش کنیم که هیچ وقت ناامید نباشیم. هیچ وقت ما امید خود ناامید خود البته ناامید نباشیم، امید خود از دست ندیم. امی چند وقت پیش خود استادان عزیز امی مکتبا که بسته شد، آقایت بعد کسا بود که ما می دیدم دوستای خودم بود زی امید خود از دست دادن بودن کاملا. ما کوشش کنیم که تلاش کنیم، مبارزه کنیم. مثلا تا که ما بیشنیم در کنز خانه مثلا تشویش داشته باشه، مثلا کوشش کنیم که ما یک دو رکعت نماز نخل بخونیم، نماز بخونیم. امید خدا هیچ وقت ما از دست ندیم. میگه پشتی هر ترکی روشنی هست، اما کسایی را دیدیم که نماز میخوانن، باز همی سه بجه بگویم دو بجه نماز میخوانن یا نماز میخوانن دعا میداشته باشن، باز دعای خدا قطع میکنن، میگن دعای ما قبول نشد. اما ما کوشش کنیم که هیچ وقت دعاهای خدا ما قطع نکنیم. یک روز یک روز دعاهای ما قبول میشه. ما بعضی کسا دیدیم که مریض هستن خود استادان، باز وقت زیاد ناامید میباشن، میگن ما دور نمیشن وقت قسم. اما نه، باید ما هیچ وقت بعضی کسا رو ما دیدیم که قسم مثلا گلدار هستن یا مثلا قیصدار هستن، باز کسایی که وقتش ندارن باز زیاد ناامید میباشن، میگه کاش ما به جای زیامی بودیم یا قسم. دیگه هیچ وقت ما ناامید نباشیم، کوشش کنیم که مبارزه کنیم، جایش نماز بخونیم، امید خدا هیچ وقت از دست ندیم. دقیقا. زنده و سلامت باشی یلدای نازنین، سپاس از موضوعات خوبه که با ما شریک ساختی. بازم خیلی زیاد نیوختم بخاطر که موقعتم خوب نبود، یک کم درسته گفت زبن از خواهش میکنم. شما زنده باشین، خیر ببینین. خدا نگهدار. سلامت باشین. خدا نگهدار. و در رابطه با عامل ای صحبت میکنیم چرا انسان ها ناامید میشن. یکی از عاملش این است که زودتر و زودتر عجله به این داریم که هر عمل را که انجام میدیم به شکل فوری ما پاداش از او را هم نصیب شویم و پاداش را به دست بیاریم. و در موارد مختلفش موارد هم هست، خود ای که گناه میکنیم ولی توبه نمیکنیم، یعنی توبه کردن را به تاخیر میاندازیم، این هم از جمله امورات هست که ما را به طرف ناامیدی میکشانه. قلب انسان یعنی نباید او بار از گناه ها را با خود حمل بکنه، بلکه رجوع بکنه به الله متعال، به الله متعال و الله متعال اونها را از او گناه ها و از او خطاهایش میبخشه و مورد مغفرت قرار میده. تماس داریم، تماس هم وصل بکنین. ولی السلام علیکم. زنده و سلامت باشی خواهر عزیزم، خوش آمدی به برنامه. تشکر.
بله 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 خواهر عزیز صدا تو داریم یکم بلندتر اگه صحبت بکنیم خوشحال میشیم. بله بله صحیح شد. بله بله خوب شد. بله اسمتون از کجا به تماس شدن خواهر عزیز؟ سلگه جان خوش آمدی خواهرم. روز قبلی هم تماس گرفته بودیم و امروز هم خوش آمدیم که تماس در برنامه هست و امروز هم در رابطه با یأس و ناامیدی در زندگی صحبت میکنیم. بله سلام کنم بله خورتی دهم کور و دن دیر زیاد تمنه نظم سلامون اونی که هیلی همو منه انشالله چه خبا و وسه و نن هم پخبرونه که ده یأس و ناهیلی تو پارد اسلام ده نظر غگی گست از نظر همه رو. علیکم سلام خواهدی. بله دیر شسته مونگ بایستیس کلو ناهیل نسیز کشی علاج شکل حکو مونگ پو مونگ بانه هر سنج راولی نو دنتحان دو پاره راولی بایست بود اخفل امید دلاس اوال نکو او ناهیل نسیز که علاج شکل حکو دیر مشابان دنو دوان کموی موخی که مونگ لاروی باغتا کون رسیدو او بیا یو جان حتا وکو بیاغی نسیز اخفل امید رسیدو بیا ناهیلی که باقی خبر نده باسم اخفل امید دلاس اوال نکو. دقیقا دیر از یاد تمنن اصلگه خوری یو سو پختن لرم سوم را وقت کیگی چه اخبروان یاورید رادیو بیگم سخم ازال خود نور اخبروان کنی دیار یاس کیگی چه یاورم یا دو میاس کیگی او دا او تاس اخبروان چیزا دا من نو آورید لیتا او را کیگی چه یاورم صحیح دا دیر از یاد تمنن انشالله چه پا راتلون که هم واورا یا سوم را ستاسو پا نظر پا دیوی میشت که دا اخبروان تاس فرم رستا کرده دا معلوماتو ببرخ. بله خود دیگه که ایرکی خبرانی تاسو دی وی کمار خبرانی چیزا دیره که خبرانی دی دیگه که ایرکی خبرانی دی دیگه دون راوسته دونگا رزانه ری سارو دی دیره که خبرانی دیر خب دیر از یاد تمنن کور دو دان انشالله چه پا نور اخبارونه که و همدارنگا پا دیخ بارونه که همیشه اریکه اونیس یا اخبال معلومات و نظرونه و پختن کلاری دمونگ سری شریکی کری کور و دان دیر از یاد تمنن اسمان خدای پامان خدای پامان مننه کو د خورت خچاری کې نیول و را زوخ په بله سیده مارک و دروته به صحبت میکردیم که اگر انسان ګناه میکنه و در قبولش توبه نمیکنه و توبه به تاخیر میاندازه در قدی هم باعث میشه که انسان هم قلبش از رحمت الله متعال یعنی خود را دور بسازه و باعث از این میشه که او بار دیگر یک گناه دیگر مرتکب شوه. پس ببینین راه های درمان از چی هست چطور بتونیم این ناامیدی را از خود دور بسازیم. اولین موردش این است که ما توکل بکنیم به الله متعال و خود توکل اساس و امید هست از زندگی ما، یعنی به این معنا نیست که هیچ کار انجام ندیم، زحمت نکشیم، تلاش نکنیم، بگیم که توکل کردیم. نه خیر، با کار زحمت ای که اسباب را هم در اختیار ما هست از اسبابش استفاده بکنیم و بالاخره توکل ما به الله متعال باشه، هیچ وقت ناامیدی به طرف ما نمیاد. استفاده کردن از صبر، بردباری و ای که بدانیم که همه کارساز امور الله متعال است و همه چیز از جانب الله هست. الله بخواه به هر کس هر قسم نعمت میده، پس بدون شک هیچ وقت در قبال نعمتهای دیگران یعنی آرزو ازره نکنین که مثلا فلان شخص مال و متای بیشتر داره، یعنی الله متعال هم بر تو اون نعمت داده ولی به شکل‌های مختلف دیگیش، یعنی شاید انسان ها قدر اون نعمتهای خود را نمیفهمه. مورد دیگه ایست که هدف تعیین بکنین بر خودتان، ای که چرا در این دنیا آمدین، هدفتان چیست، ای کائنات جهان تمامش آیا خود به خود به وجود آمده یا خالق هست که اینها را هست کرده. تمام اینها موارد از این میشه زمانی که شما تفکر بکنید، تعقل بکنید، میتونین که به عمراتی که الله متعال بر ما پیش کرده برسیم و هیچ وقت ناامید نمیشیم. کار، کوشش، زحمت، این هم از جمله عمرات است که انسان را هیچ وقت به طرف ناامیدی نمیکشانه و از الله متعال شما دور نمیشین. قناعت، صبر بهترین دوای هست بر این ناامیدی. زمانی که انسان ناامید میشه بدونه که همه مشکلات ها، مریضی، درد، مصیبت از جانب الله متعال است و او است که همه موارد را حل میکنه. و ای که مقایسه نکردن خود با دیگران و توجه بکنیم به رحمت های الله متعال، از نعمت های الله متعال یادآوری بکنیم و او رو در زندگی خود به شکل درستش واقعا بدانیم و بفهمیم که الله متعال چقدر نعمت ها در اختیار ما قرار داده. و توبه و استغفار همیشه یادآوری بکنیم تا ای که شما از ناامیدی هم دور شوین. تماس دارین، تماس هم وصل بکنین همکار عزیز. بله سلام علیکم. بله تماستان وصل است، میتونین صحبت کنین. بله نمی فهم چرا صحبت نمی کنن، فکر کنم یا صدای مرا نمی شنوند یا صدای خودشان ما نمی شنویم. بله
تماس هم قطع شده ادامه میدیم. بله، و در رابطه با موارد مختلف صحبت کردیم، یعنی راه های درمانش وجود داره. یعنی ما نگوییم که انسان های ناامید هستند و بعض از افراد را ما میبینیم در جامعه خود که اینها در حق خودشون دعا نمیکنن، در حق کسی دعا نمیکنن. امیدوارم که ما را دعا ما هیچ وقت اجابت نمیشه در نزد الله متعال. یعنی شما بفهمین که دعایتون در وقت مشخصش اجابت میشه. شاید اون دعایی را که میکنین یا تعجیل عجله باید دارین که اون دعایتون زود قبول شوه، حتما در اون حکمت هست و الله متعال خودش میفهمه که بر کدام بندهش کدام دعایش یعنی اجابت بکنه تا اینکه در حقش یک مورد خوبتر باشه و بتونه از اون دعایش در زندگی خود استفاده بکنه. بعض اوقات ما بسوز تجلا داریم یا اینکه نماز میخوانیم دفعتن در اون حالت نماز دعای ما وقت تکمیل ناشدگی حس میکنیم که باید اون دعا پذیرفته شود. حالا اگر اون دعا به خیر ما هست و یا نیست باید بر ما برسه، نه خیر نه. یعنی حالت هایی هست، قاعده و قانون داره هر مورد، که اگر ما مطابق با اون قاعده و قانون را پیش میریم بدون شک که ما میتونیم هم به اهداف خود برسیم و هم این که هیچ وقت در زندگی خود ناامید نمیشیم و عجله هم بین نمیداشته باشیم و میدونیم که الله متعال یعنی در وقت مناسبش اون دعاها را اجابت میکنه. دقیقاً خوز برای شاوریدون که پدی با وقع گیگو چه سننگ کولی شو تکمو لارو نگت آغسته شو چه هیس کلا نهیلی نشو او جوان مو یا مثبت تلور تلار شی او واقعنم هغه اهداف چه لرو دا خجوان دا پارا اکا غا دنیاوی جوان دی او هغه حسی چه منگای دا اخروی جوان دا پارا کهو پدی که بریالی شو او واقعا دا مشکلات او دا ما تونا مثلا مثبت اگر تواخلو او هیچ کلم دا الله تعالی دا رحمت سخه او دا الله تعالی دا در سخه ناامیده نشون نو باید دغه موارد هم په نظر که اونیسو دا اسلام دا نظره دا دی لپاره چوکا ولی شدی یاسو او ناهیلی توب سر مقابلو کو زنی اصول او زنی لاری منگ تا خودل شوی دی چه باید حقی بندی عملو کو. اول دا چه همیشه لکه سرنګه چې مونږه اسلام قبول کړي مؤمن او مسلمانان یو، نو د الله د رحمت نه د الله د مرست نه هیڅکله باید نه امید نه شو. یعنی الله تعالی بخون کې دی، الله تعالی مهربانه دی، الله تعالی خپل وای کله کچیر ته مونږه ګناه وي تر سره کو نو الله تعالی بیرته که مونږه توبه کو الله تعالی زمونږ څخه دغه توبه مني. نو ځکه په قران کریم کې هم الله تعالی فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. دقیقه. نو هیڅ کله هم د الله د رحمت څخه منه هلي کېږي. هغه یو غزنی مخلوق چې د الله د رحمت څخه ناهیلی دی او لعین دی هغه منګه پیژنو شیطان او ابلیس دی. نو ځکه زمونږ د پاره هیڅ کله نه خای چې د مشکلاتو او د ستونزو د کړاوونو په جریان کې یا د ژوند په ځینو مراحلو کې یا د ژوند په تیرولو کې د دغه موارد سره مخامخ کیږو نو هیڅکله باید ناهیلي نشو. صبر او استقامت دی چې دا بحث ډیر اړین او مهم دی په دې برخه کې، ولی ځکه چې موږ که چیرته د مشکلاتو د ستونزو او د کړاوونو په وخت کې راځو صبر و استقامت نکار اخلو ان الله مع الصابرین. الله تعالی صابرین ته زیر ورکړی او الله تعالی د صابرین سره د صابرین هغه کسان دي که چیرته په ژوند کې مشکلات او ستونزې مصیبتونه راځي نو دوی صبر کوي او د الله تعالی د رحمت څخه نه ناهیلي کیږي او همیشه د الله تعالی نه د هغې مصیبت په مقابل کې اجر او ثواب غواړي. نو اسلام په صبر او استقامت باندې تاکید کړی دی او همیشه مونږ د مشکلاتو او د ستونزو په مقابل کې باید د الله تعالی نه مرسته وغواړو، لکه څرنګه چې په سورې بقره کې الله تعالی فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی تاسو مرسته وغواړئ د صبر او همدارنګه د لمونځ په مرسته. یعنی لمونځ هم انسان دیر آرامه او همدارنګه خپل صلات یا لمونځ کول پنځه وخته الله تعالی ته رجوع کول دی او همیشه باید موږ خپل مشکلات د حل لارې د الله تعالی نه وغواړو. او صبر هم دلته ذکر شوی چې استعینوا بالصبر والصلاة، نو همیشه دغه صبر او استقامت د مشکلاتو په وخت کې موږ د ناامیدۍ او ناهیلیتوب نه ساتي، ځکه که انسان ناامید وروسته ډیر نور مشکلات او منفي د انسان په ژوند باندې پرېږدي چې هغې ته به هم انشاءالله اشاره وکړو. توبه و استغفار لکه څرنګه چې خوجسته جان هم د خپرونې په مخکې برخې کې ورته اشاره وکړه، نو
سربیره پر دې چې موږ د الله باندې توکل کوو په الله ایمان لرو ایمان لرو هیڅ کله د رحمت او بخښنې نه نه امید کیږو صبر استقامت غواره کو نو توبه او استغفار هم سره مرسته کوي چې موږ نه هیلی نشو اړ کې براوخلو وروسته به دې موضوع ته په تفصیل ډول ورشو بله سلام علیکم اړیکه پریشوم نو همیشه انسان دا چې بنده دی او ځینې وختونه منګه د خطا او دستون د ګناه څخه خالی نیو نو ځینې وختونه زمونږ په ژوند کې داسې راځي چې موږ نافرمانی کوو یا داسې یو کار زمونږ یا داسې یو عمل زمونږ څخه صادریږي چې هغه د اسلامي شریعت په اصولو کې نی ولی که چیرته موږ راځو استغفار کوو یا توبه وباسو نو دغه د الله تعالی نه د بخښنې غوښتل دا خپله د انسان څخه د ناامیدۍ حس له منځه ځي او انسان ژوند ته هیله پیداویږي او هغه ځکه چې که چیرته موږ همیشه هغه داسې کار وکړو چې ماته پکې وخورو یا همیشه مشکلات یو زده کړې مو نه وي چې څرنګه خپل مشکلاتو سره مخامخ شو د هغې دپاره د حل لاره پیدا کړو معلوم داره د زمونږ ژوند څخه راځي نه او زمونږ ژوند په یو ډول نه په یو ډول یو قسم بې معنا سره تیریږي نو ځکه دا مهمه ده چې انسان زده کړي چې مشکلات حل کړي مشکلاتو سره مخامخ شي که یو ځکه ماته خوري نو هغې ماتې نه تجربه او درس راواخلي نو ځکه دا مهمه ده که چیرته موږ همدغسې په بندګۍ کې ځینې ګناوې زموږ څخه ترسره کیږي نو همیشه باید توبه او استغفار وکړو ځکه دا هم جدا لوی بحث دی د توبې بحث د استغفار بحث جدا لوی بحث دی ولې د دې دپاره چې موږ نه منفي افکار له منځه لاړ شي یا لرې شي یا ریشو د دې لپاره چې د ژوند څخه ناهیلي ونوسو همیشه باید استغفار او توبه ځکه استغفار په ګڼ شمېر حدیثو کې راغلی او په همدارنګه په قرآن کې آیتونه لرو چې خپل استغفار ویل دا ډېرې زیاتې ګټې لري د انسان مشکلات پې حلیږي نو ځکه ځینې وختونه ځینې دوستان وایي چې یو دعایي چې د مشکل د حل دپاره یي ځکه که تاسو د علماو اقوال ته ورشئ احادیث ته ورشئ نو د استغفار ویل سربیره پر دې چې ډېر زیات اجر ثواب لري او په حدیث کې راځي چې بختور به هغه څوک وي چې د هغې په عمل نامه کې استغفار ډېر لیکل شوي وي نو دغه استغفار چې ډېر استغفار ویل ډېر په د ورځې په جریان کې یا همیشه د دې یاد ساتل نو انسان سره مرسته کوي چې مشکلات یې حل شي رزق روزي پراخه شي او هر هیله او دعا چې لري الله تعالی ورته ورسوي یا اجابت کوي دقیقا خالصانه دعا یا په اخلاصي شکل باندې دعا کول دعا خپله عبادت دی او جدا بحث دی چې موږ پرې خبرې کړې دي او ضرورت نشته چې په دې موضوع کې زه دعا مسله ته ډېره ورشم خدا چې انسان دعا کوي الله تعالی ته د الله تعالی نه مرسته غواړي او خپل عجز د الله تعالی په وړاندې څرګندوي نو معلومداره ده چې دا هم انسان الله تعالی ته ورنږدې کوي او الله تعالی پرته د هیڅ شک نه زموږ دعاګانې قبلوي او همیشه باید دعا کې اخلاص ولرو او په دې یقین ولرو چې الله تعالی هغه کار کوي چې هغه زما په خیر د الله تعالی په آیتونو کې د قرآن کریم په احکامو کې تفکر او تدبر او هغه په ښه شکل باندې عملي کول دا یو بله لاره ده چې موږ کولی شي د ناهیلي توب څخه وژغوري همیشه د یو مؤمن دپاره دا لازمي او ضروري خبره ده چې د قرآن په آیتونو کې مطالعه وکړي تفکر وکړي احادیثو ته ورشي سیرتونه ولولي د اصحابو همدارنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره د دعوت یا څومره په ژوند کې مشکلات لیدلي یا مخکې د محمد صلی الله علیه وسلم نبي همدارنګه خیر القرون چې اصحابو تابعینو تبو تابعینو ټول دوی داسې نه وو چې ژوند نه ډیر خو دوی هم په ژوند کې ستونزې درلودې ولې همیشه د صبر استقامت نه کار اغستې نو ځکه دغه دیني مواردو کې موږ کولی شو په لوستلو په مطالعه او تفکر کې موږ هم د هغې څخه الهام واخلو او ژوند دپاره یو مثبت لید ولرو همدارنګه د نورو څخه کومک اغستل یعنی په ټولنیز ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې کورنیز ژوند کې دا مهمه ده چې موږ کله کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ کیږو یا داسې یو دلیل چې موږ ناامیدۍ او ناهیلي توب ته وړي باید د نورو څخه مرسته وغواړو
ځکه چې دا یو عمومي اصل دی چې موږ باید نور سره مرسته وکړو نور هم موږ سره مرسته وکړي دغه اصول باید یا دغه مورد زمنګ په ژوند کې زمنګ په کورنۍ کې زمنګ د کار په ځکه په هر ځکه په ټولنه کې هم شتون ولري ځینې وختونه موږ شرمېږو چې څنګه یو نفر نه کومک وکړو کسر شان بولو دا مسله ولې نه ځینې وختونه ضرورت دی چې موږ د خیر په کارونو کې یا د مشورې لپاره یا د نصیحت لپاره لاړ شو نور کومک واړم دغه برعکس خپلم کومک وکړو دا هم د دې سبب کیږي چې موږ ښه نظرونه راواخلو او د نورو په کومک دغه دیاس او نهیلیتوب نه لرې پاتې شو نو همیشه باید دغه موضوع هم په نظر کې ونیسو بله موضوع خپلو نعمتونو ته باید پاملرنه وکړو دا هم ډېره مهمه ده همیشه که ژوند په مقایسې مخې ته ویسو پرتله کړو مثلا زما ژوند هېڅ ښه نه دی ولاغه فلاني تالله تعالی پاک بدون د کوم زحمت نه داسې ډېر شیان ورکړي څه ښه ژوند لري صراحته ژوند لري همیشه که زموږ فکر و ذهن د نورو په ژوندانونو کې یا خپل د نورو نعمتونه وګورو نو هېڅکله هم ښه ژوند نه کوو او همیشه به ناهیلي د خپل ژوند څخه د خپلو لاسته راوړنو څخه او د خپل ځان څخه حتی نو ځکه دا مهمه ده چې همیشه د الله نعمتونه همیشه وشمیرو او د هغې شکرګزاره پاتې شو او هغه تمرکز وکړو په هغه څه باندې چې الله تعالی موږ ته اوس راکړی او موږ باید د هغې څخه ګټه واخلو همیشه د نورو په تمه پاتې نه شو همیشه د ښه ژوند دپاره د دې دپاره چې واقعا هم هدف ته ورسیږو په دنیوي ژوند کې ښه ژوند موږ تیر کړو یا داسې ژوند ولرو چې که مشکلات هم دي مشکلات حل کړو خپل او په ټوله کې یعنی هغه خپل زیار وباسو نو دا مهمه ده چې دغه مثبتو برخو باندې هم تمرکز وکړو د مؤمنانو سره ارتباط او همدارنګه په ټولنیزو فعالیتونو کې چې هغه خیریه فعالیتونه ګډون کول دا ډیره مهمه ده چې زموږ په ټولنه کې اصلا لیدل کیږي نه ځکه چې موږ همیشه یو بل نفر مشکلات سره مخامخ کیږي موږ ویو چې عیسی بدین خود موسی بدین ما ته هیڅ خپل دا مشکل رامنځته کړی دی خود کردار نه در دست نه درمن دغه توجیهات راوړو او اصلا دی یو بل سره مرسته نه کوي په ټولنیزو فعالیتونو کې چې ضرورت دی موږ یو خو بدلون او یا یو مشکل هله متاسفانه په دغه برخه کې هم موږ دومره سس پاتیو ما همیشه مثال ورکړی دی تاسو وګورئ چې جنگ کیږي دوه نفر جنگ کوي سل نفره د دې خواه شوه که رازی را جمعی که چو گوری چو اس کم یو میدان وری یا کم یو یو بل دیر وی ولی هی سوگم نرازی چه اقدام نمی کنن کور اسلام بکنن وی که نوزه که فعال از منگ طولنیز خیریه فعالیتو نه دیر کم دی یا مثلا نوی زمان مسئولیت نده ستا مسئولیت نده زمان نده دبل نده دبل نده بیا باید توقع مو نلگی چی اخو طولن او سالم و پاک طولن یا پرات ده که مشکل نولارو نوزه که دا مهمه ده که چیر تغوارو خرات لون که ولرو په ژوند کې مثلا ناامید نه شو دنده ډیره مهمه خبره ده چې مونږ ټولنیز فعالیتونه ولرو خیریه فعالیتونه چې نورو تم خیر ورسیږي دغه موارد موږ سره ډیر زیات کومه کوي همدارنګه ځینې نورې لارې هم دي چې په نورو علومو کې مثلا یا هم په ټوله کې موږ کولی شو د هغې نه په ګټه اخیستلو سره د یاس ناامیدۍ نه ځان وساتو چې هغه مورد یو دا دی چې خپل احساسات وپیژنو هغه احساسات خپل نورو ته وښایو یا هغه څرګنده کړو ټولنیز ارتباطات تقویه کړو مثبت افکار ولرو خپل د قوت او د ضعف نقاط وپیژنو خپل اهداف منظم کړو فعالیتونه ولرو ورزشي او همدارنګه ځینې مهارتونه نوي زده کړو حرفه‌ای مواردو ته ورشو دغه هغه موارد دي چې موږ سره په ټوله کې مرسته کولی شي چې موږ نا امیده پاتې شو ول په هر صورت د اسلامي اړخ نه یو موضوع چې مهمه ده په دې کې هغه ده چې موږ په مختلفو مواردو په مشکلاتو او پستونزو باندې امتحاني کو او هیڅکله هم دغه ستونزې باید موږ د الله د رحمت د الله د امید او د الله د بخښنې څخه ناهیلي نه کړي دقیقا و موارد هست که در رابطه با فواید خود امید هم یادآوری بکنیم که با امید داشتن انسان میتونه که ایمان خود قوی بسازه و بالا ایمان خود کار بکنه در اینجا هست که شخص یعنی در این پی میبره که الله متعال زمانی که آسمان زمین بحر تمام موارد را یعنی میسازه و بالاخره اینها را بمون نظم و نظامی که داره کنترل میکنه پس هر نوع مشکل ما را هم میتونه به شکل بسیار آسان حل بکنه و راه های حل را برمان نشان بده مورد دومشی است که با امید داشتن انسان میتونه انگیزه بسیار قوی به دست بیاره یعنی زمانی که امید حتی امید میتونه به آینده باشه یعنی زمانی که انسان به یک هدف خود رسید او هم با کار و تلاش و زحمت و
دستیابی به اهداف بعدیش برش آسان تر میشه. یعنی به وسیله همی امید داشتن انسان میتونه به اهداف بلندتر خود هم دسترسی پیدا بکنه. با امید داشتن انسان هم از لحاظ روحی هم از لحاظ بیرونی و درونی و جسمی حتی این شخص یک شخص آرام میباشه و استراب افسردگی حتی این موارد از شخص دور میشه، چون خودش شخص میفهمه که امید داره و الله متعال مشکلاتش حل میسازه. حتی خود امید داشتن میتونه که روابط اجتماعی را هم تقویت بکنه. یعنی در زمانی که در اجتماع هستین یکی از افراد هست یا کسی هست که با این مشکل سرخورده، ولی شما اون را امید میتین که الله متعال هست در پشتت و هیچ وقت اجازه نمیده که تو این مشکلات رو به تنهایی حمل بکنی. پس این هم باعث از این میشه که اون روابط افراد هم جور بسازه. و حتی در قسمت از این که افرادی که امید داشته باشن بیشتر انگیزه بالا دارن و کوشش میکنن از خود نواری های را انجام بدن، کارهای بسازد عالی را انجام بدن، تا اینکه هم از در خدمت بر خودشان باشه و هم از در خدمت بر جامعه باشه. پس ببینید زمانی که راه های امید الله متعال بر ما نشان میده و ای که در رابطه با ناامیدی بر ما میگه که چقدر میتونه ضرر های خود را داشته باشه، پس همیشه افراد باورمند باشین، افراد باشین که امید داشته باشین به زندگیتون، امید داشته باشین به ای که الله متعال رحمتش مغفرتش شامل حال همتون هست. و حتی در قسمت از این که راه های محو شدن بدی از دفتر اعمال ما هم وجود داره. یعنی اگر از انسان بدی سر میزنه در اعمالش نوشته میشه که یعنی شخص دچار یک کار زشت شده. پس میتونه خود نیکی بدی ها رو از بین میبره. یعنی زمانی که اگر شما میفهمین که بدی کردین نیکی رو انجام بدین تا اینکه عمو دوباره قلبتون و ذهنتون آرام شوه و امیدتون پس دوباره به زندگی بیاید و شما بتونین به شکل درست زندگیتون رو پیش ببرین. و این خودش میتونه که یک راه بسازه خوب باشه، به خاطر از اینکه چون خود نیکی ها بدی ها رو کلا از بین میبره. مثل که رسول اکرم به حضرت ابوذر غفاری میگه که ای ابوذر، هر اونجایی که هستی از خدا بترس، حراز داشته باش، بعد از بدی که انجام میدی کوشش بکن حتما نیکی بکن، چون که نیکی ها بدی های تو را از بین میبره. و بعد از ارتکاب گناه اگر شما از تن سر زده کوشش بکنین وضو بگیرین، دو رکعت نماز بخونین و به الله متعال رجوع بکنین، توبه بکنین، استغفار بخواین نزد الله متعال، تا اینکه الله متعال شما را مورد مغفرت و رحمت قرار بده. و همیشه الله متعال در رابطه با صبر در برابر مشکلات ها، در مریضی ها و مصیبت ها را بر ما یادآوری کرده. و همین قسم بر ما میگه که یعنی به مسلمان هیچ افسردگی و مریضی و تکلیف و اندو و ضرر و غمی که هست نمیرسه، مگر اینکه حتی اگر یک خار هم در پای یک مؤمن میره به سبب از اینکه گناهایش را مورد مغفرت و بخشش قرار میده. پس کوشش بکنین با اخلاق نیک و اعمال صالح با ای که ذکر بیشتر انجام بدین. قسم لجن هم یادآوری کردن که ذکر کردن یعنی وقت مشخص و معینش نیست، هر وقت شما میخواین. اون مؤمن خوب هست که در دفترچه اعمالش ذکر و اذکار و استغفار و توبه باشه. پس الله متعال به وسیله این امورات خیرش میتونه گناهایش هم مورد عفو و بخشش قرار بده و شخصی باشه که هم خودش در زندگی خود با سعادت زندگی بکنه و هم ای که اطرافیان خود به امورات خیر بر امورات اخلاقی نیکو دعوت بکنه، تا اینکه بتونیم هم در جامعه و هم در خانواده و هم در آخرت خود ما یک توشه داشته باشیم و حداقل بتونیم بگیم که روزی مثلا تونستیم یک کس را کمک بکنم و از اون ناامیدی که در وجودش بوده و از او حالتای بی باور که داشته ما رو نجات دادیم. یعنی ما میتونیم حتی در قسمت اصلاح سازی افرادی که بی باور هستن، افرادی که ناامید هستن، راههای بسیار خوب را برشان نشان بدیم، مشوره های نیکو را بدیم، تا اینکه اون شخص از اون حالت ناامیدی بیرون شوه و بدانه که الله متعال هیچ وقت خود را در هیچ شرایط تنها نمیگذاره. دقیقاً ډیر زیات مننه کوم له تاسو ټول درناوی دونکو څخه په دې هیله ما چې همیشه د خپل ژوند څخه هیڅ کله نه هیله نشو که څه هم ځینی وختونه را مخ کیږي مګر ناکامیابیږو یا همدارنګ ستونزې راځي، مشکلات راځي په مختلفو بڼو سره، ولی همیشه باید دومره جرأت ولرو، دومره توان ولرو چې د هغوی په مقابل کې د صبر او استقامت څخه کار والو، د تدبیر څخه کار والو، د هغې د حل لپاره کار وکړو تر څو وکولی شو خپلو اهدافو ته ورسېږو. او هیڅکله هم دغه خنډونه او ستونزې زموږ ژوند مختل نه کړي، او همیشه باید په الله تعالی باندې باور ولرو، همیشه د هغې د رحمت څخه ناهیلی نشو، ځکه الله تعالی بخون کې دی، الله تعالی مهربانه دی او همیشه د خپل بنده سره مرسته کوي. نو په دې هیله ما چې همیشه په احکامو باندې پابنده پاتې شو او ډیر زیات په د ژوند په امورو کې د تدبیر څخه کار واخلو او تفکر وکړو د الله تعالی په آیتونو کې او هغه احکام چې زموږ د ژوند دپاره وضع شوي دي. نو زموږ د نن ورځې خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. الله مو مل شي. بله، و
برنامه را هم با حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم تمام میکنیم و در رابطه با مقام و منزلت مؤمن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما یادآوری میکنه، میگه که یعنی حالت مؤمن انسان را به شگفتی و به حیرت میاندازه، یعنی هر کاری که انجام میده به خیرش میباشه و بالاخره خوشبختی و امتیاز به دست میاره. مثل که اگر به مؤمن خوشبختی و آسانی و فراوانی نصیب میشه، بازم سپاسگزاری میکنه، این هم به خیرش است. و هرگاه با سختی ها مواجه میشه ولی بازم شکیبایی انجام میده، شکیبایی را پیشه میکنه، این هم بازم به خیرش تموم میشه. یعنی در زندگیتون با مشکلات ها و موارد زیاد شاید روبرو شوین، با سختی های زیاد روبرو شوین، ولی هیچ وقت ناامید نشین. بدانین که رحمت الله متعال شامل حال هم ماست و به هیچ حالت سخت یعنی پایدار نیست، همیشگی نیست، یعنی این حالت ها میگذره و سپری میشه و هیچ وقت امیدتان از الله متعال قطع نکنین و قطع امید نداشته باشین. این هم بود برنامه امروز که خدمتتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، الله حافظ همتان. درک و فهم درست از احکام دینی یکی از مهمترین وجایب هر مسلمان است. نور الله فجرا جد بعد العسر یسرا. پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید: از سوی من پیام دین را به دیگران ابلاغ کنید، حتی اگر یک آیه هم باشد. برای دانستن احکام و مسائل دینی، برنامه روشنی را روزهای شنبه الی پنج شنبه از ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر از رادیو بیگم شنونده باشید.